آقای سیامک نادری، امروز سومین روز از سومین هفته جلسه دادگاه حمید نوری هست. آقای ایرج مصداقی همچنان دارن شهادتشون رو ارائه میدن. فضای دادگاه امروز بسیار احساساتی و متأثر بود به خاطر روایت‌های دردناکی که ایشون میگفتن، مخصوصا در بخشی که روایت کاوه نثاری رو تعریف میکردن، با اشک داشتن تعریف میکردن. شما هم در اون لحظه بسیار احساساتی شده بودید، حستون چه بود در اون لحظه وقتی ایشون صحبت میکردن؟ بله، با سلام به شما و همیانان عزیز. واقعیت اینه که یک زندانی رو نمیشه از احساس عواطفش باز داشت. ما توی دادگاه کما اینکه خود ایرج تلاش میکنه که فقط بیان کنه، وارد احساسات نشه، اما سخته که کنترل کنی. من کاوه رو، کاوه نثاری عزیز رو قبلا دیده بودم، یه دوره باش همبند بودم. خودم هم وقتی شنیدم، وقتی این دادگاه خود ایرج اینطور تعریف میکنه، به رغم اینکه ایرج آمادگی داره و قبلا هم تعریف کرده، اما وقتی میره تو اون فضا نمیتونه خودش کنترل کنه. من تو همون لحظه خود حمید نوری رو نگاه میکردم، اما دیگه چشام خیس بود، تشخیص نمیدادم حمید نوری رو. واقعیت اینه که اینجا دادگاه فقط لحظات اعدام رو دارم میگن. لحظات اعدام و حلق‌آویزا آنها فشرده و سنگین بود که فرصتی برای شکنجه‌های وحشیانه که نداشتن. من شاهد صحنه‌های هولناکی از شکنجهگاه‌های اوین بودم، به دلیل که در تظاهرات 5 مهر سال 60 دستگیر شدم. تظاهرات مسلحانه، اگرچه خودم نبودم، ولی اون زمان بیشتر با کابل‌های سنگین با متهم برخورد میکردن، یعنی زیر کابل فقط اعتراف میکردن، هیچ چیزی حاکم نبود. کابل کف و پارم میگفتن قانون اساسی. من اتاق شکنجه تو در توی دیدم، اتاق سوم. وقتی بردن اونجا، تمام اتاق 6 در 8 چنگک های فلزی انداخته بودن عین اون قصاب خونه ها که لاشه های گوسفند و قاو و توش آویزون میکردن. همه رو با چادر آویزون کرده بودن، این دختران رو، پسرانی که بودن، بعد روشون تاریخی که آویزون شدن و رو کاغذ A4 با ماژیک نوشته بودن و اسمشون و اسم کد پرونده رو نوشته بودن. به غیر اون از سقف هم چند نفری آویزون بودن، یکی بود از سقف آویزون بود و صداش هم در نمیاد. تختی که من خودم اونجا بردن شکنجه کنن، منو دست و پامو که بسته بودن با کاب میزدن. کنار دست من یه دختر 17 ساله رو یادمه، یک چادری هم داشت با دست بند بسته بودنش به تخت که همونجا شاهد باشه. این دختر فقط خواستش این بود که منو ببرین توالت، خواهشش این بود، چون 4 روز بود نمی‌بردن توالت و همه کارشو تو همونجا میکرد. این بویی که بود برای دیگران آزاردهنده بود. خود این دختر خجالت میکشید از چنین چیزی. من وقتی با جو رفت، همون لحظه مثلا یادمه، من که گریه میگیرم، اینجا شاهد چیزای دیگه ای هستم، فقط این نیست. نسل مظلومی بودیم، هیچکی نفهمید تو زندان های رژیم دهش از چه بر سر بچه ها بردن. وقتی باجوها رفتم بیرون، این دختر با اینکه یه دستش بسته بود، خودشو کشوند یه خورده پایین اونورتر با اون فردی که از سقف آویزون بود، گفت پاهاتو بذار رو شونه‌های من، یه خورده فشار از من سرد گفت یه خورده فشار کم بشه. همیشه به خودم میگم سیامک محکم باش، موقع تعریف کردن گریه نکن. نمیتونم، 33 ساله، 40 ساله، نمیتونم، از من بر نمیاد. گفت بذار رو شونه های من یه خورده آروم بشی. گفت نه، اگر باجو بیاد ببینه تو رو تیک پارت میکنه، برو. این میگفت، اون پاسخ میگفت نه. روز قبل از اینکه اولین روز شهادت ایرج باشه، خوابیده بودم، یک نصف شب بود، یه لحظه ذهنم رفت اون فردی که اونجا آویزون شده. کسایی که آویزون میشن یا 6 روز 7 روز سرپا چشم بند نگه میدارن،
میدونن که هرچی فشار بشه دیگه ثانیه به ثانیه باید که مقاومت کنی، دیگه یک ساعت اینا نیست، تمام ظرفیت از بین میره. ما چنین صحنه‌هایی داشتیم، چنین مقاومتی داشتیم و امروز هم شاهد بودم. بعضی موقع چشم در چشم حمید نوری میشدم، یک جایی که ایرج گفت اولین بار کجا اسم حمید نوری رو فهمیدی؟ من فقط به دست‌های حمید نوری نگاه می‌کردم، چون می‌دونستم تخصص ما در این کاره، چون زندانی هستیم اینا رو خوب حس می‌کنیم و تو بازجویی‌ها بودیم. وقتی پرسید اونجا لحظه ضربه خوردن حمید نوری، جفت دستاشو به دستگیری گرفته بود، هی تکون می‌داد، گفت کارتش که افتاد از رو کارتش فهمید که این حمید نوریه. بعد اون همینجور دستاش که می‌لرزید، این لحظه هایی که به نظر من خود دوربین باید زوم کنه روی این. من خیلی دوست دارم 8 سپتامبر که میام دادگاه چشم در چشم حمید نوری باشم. حمید نوری برخلاف اون دیگر زندانبان هایی مثل ناصریان هست، زیاد چهرهش تغییری نکرده، فقط قسمت جلوه موهاش سمت پیشانی های خورده کم شده و اینا چهرهش هیچ تغییر نکرده، کما اینکه چهره منم تغییر نکرده، من فقط موهام سفید شده به نسبت اون زمان، البته حدود 15-20 کیلو وزنم اضافه شده. من میدونم که این دادگاه تو این روندش، مخصوصا با شهادتی که خود ایرج میده 3-4 طول میشه، پایه‌های این دادگاه چیده میشه و شاهدینی که هستن میان حقایق میکن. من به رغم اینکه میدونستم نباید توی این مصاحبه گریه کرد، از شما معذرت میخوام، من توان کنترل خدا را ندارم. خیلی متاسفم. شما